سپاس از شما عزیزانی که امروز هم بیننده برنامه صبح ها زندگی هستین و تا این لحظه ما را تنها نگذاشتین. در رابطه با تجلیل روز دهقان امروز هم مهمانای خوبی را با خود می داشته باشیم و شما مگر نظر و دیدگاهی دارین میتونید از صفحه فیسبوک صبح ها زندگی نظراتتون هم همراه ما شریک بسازین و ما حتما هستیم و دیدگاه شما ایزان را به خانش میگیریم. اما اینکه صحبت های جناب آقای انجینیر احمد نقیب احمد فکوری مشاور ریاست سرسبزی در رابطه با تجلیل روز دهقان چی است بیننده ای این بخش برنامه صبح ها زندگی باشین. آقای فکوری خوش آمدین بخیر باشه سال نو تان مبارک بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب درم خدمت شما و همکاران شما و از طریق عارف. برنامه شما و همشهروندان عزیز محترم من هم به نوبه خود آغاز بهار خورمی طبیعت عطرفشانی گلها و همچنین بیدار شدن اشجار از خواب زمستانی به سال 1398 رو برای همشهران عزیز تبریک میگم زنده و سلامت باشین تشکر از پیام سبز و زیبایتان که بر ما و بیرنده های عزیز دشترون. ما داشتین آقای فکوری چرا که دیروز دیگه روز دهقان بود و ما امروز در برنامه صبح زندگی خواستیم تجلیل از چنین روزی داشته باشیم میخوایم کلی و بهتر صحبت های شما را در رابطه با از روز دهقان از شما بشنویم که شما در بخش سرسبزی شهر کابل کار میکنید و بهتر و خوبتر میفهمیم که دهقان ها چقدر میتونن نقش خوبی در سرسبزی کشور ایز افغانستان داشته باشه میخوایم که یک نگاه کوتاه به سال گذشته داشته باشیم تا به امسال چه رویدادهایی و چه تغییراتی در قسمت در سرسبزی شهر کابل وجود روز دقان یکی از روزهای به خصوص در جهان می باشه و همچنین در افغانستان این رساله یک بار تجلیل می کنند بله روز دقان که یک روزی بسیار گرامی داشت و به خاطر از که تمام حاصلات زرایتی مربوط به دقان ها می باشه همین یعنی دقان ها عزیز است که ما شاهدی تولیدات زرایتی خوبی می باشیم خوشبختانه و متفاوت تر از سالهای قبل متاسفانه چند سال قبل ما شاهد خوشتلی های پی, پی بودیم <تصفح> که این سال رحمت خداوند برای مردم افغانستان و همچنین امو خودی کلایمت چنج به تغییر اقلیم شاهد برفای بسیار فراوانی بودیم خوشبا. که ای یک پیامی بسیار خوش است برای دقانون عزیز برای کسانی که اونا وابسته به زراعت هستند و اونا طرف محصولات زراعتی از اونا نگاه میکنند و ای یک پیام خوش است و امشال من امسال متقین هستم که دقان های ما متفاوت تر از سالهای دیگر اونا زحمت های بهتر خواهد کشیدن و تولیدات خوبتر خواهد داشتن به خاطر که اونا منبعی که اونو ضرورت دارن که آب باشه امسال خوشبختانه که اونو به دست آوردن ما باران بسیار خوبی داشتیم که امشالله که از این نایه اونا دیگه مشکل نخواهد داشتن خوشبختانه میده حقین عزیز ما هستن که با همون محصولاتی که دارن در زمین های که کشت و گذار می داشته باشن واقعا تانستا نحشه بسیار خوبی را داشته باشن در قسمت سرسبزی بله. کشور در قسمت پاک بودن هوای کشور بله. و همچنان در قسمت اقتصاد کشور بله. بله. و خدا کنه امسال سال پر خیر و برکت برای تمام دهاقین عزیز ما هم باشه تا بتانا محصولات خوبی را بله. باز هم کشت کنن و برداشت کنن و بتانی ما بسیار پر خیر و برکتی داشت داشت. هم داشته باشیم حالا بله. چه فکر میکنین نسبت به سال گذشته امسال روز دهقان گرفت آیا قناعت بخش بود یا که خیر بله خیلی قناعت بخش بود و همچنین مت نظر به سالهای دیگر متفاوت تر بود خاطر که دقانو بسیار خوش بودن و در آینده خود بسیار خوشبین بودن چون اونا امی آب که هست یا نیازمندی اول دقان می باشه که بدون آب نمیتونن که اونا مسئولات خود رو به دست بیارن از این های اونا بسیار خوش بودن و متفاوت بود و همچنین در قسمت خود سرسبزی اگر برای شما در شهر کابل اشاره کنم که امسال ما متفاوت از سالهای دیگر ما در چهار زون کابل ما نمایشگاه به نام گل پایتخت داریم بسیار خوب و دیگر ما یک تیم منتخب جور شده بود با از طریق اداره امور به خاطری که اونا گونه های نباتی را انتخاب کنند که در اقلیم کابل توافق داره چی داشته باشه بهتر در مقابل خوشتولی اینا و از از جمله از تیم یک نفر از متخصصین ریاست سرسبزی بود که ما توانستیم با همکاری تیم اداره امور ما گناه های نباتی را انتخاب کنیم که در مقابل خوشتالی و روش های آبیاری مقامت خوبتر داشته باشه مهم. که امسال متفاوتر ما از سالهای دیگر ما کوشش میکنیم که گناه های نباتی در شهر کابل در گلدان ها و پرکو قرض کنیم که او مقاهمتش در مقابل آلودگی و در مقابل کماوی مقاومت زیادتر بود داشته باشه و همچنین متفاوت باشه شما اگر سالهای قبل مثلا در گلدان ها یک نوع درخت غرس میشد نجو یا مثلا مرپان و این سال ما کوشش کردیم که این متفاوت کنیم چطور يعني... خواستیم متفاوت تر از سالهای قبل باشه چرا در سالهای قبل اون نحاله که شما غرس کرده بودین و گلدان هایی که شما آمده ساخته بودین قناعت ب به خاطر که سالهای قبل فقط خواستن مسئولین که امی شهر کابل یک دم سرسب باشه دفتن, سرسب باشه خو باز گناه متفاوت وقتی که قرض میشه و اون نیاز داره به یک زمان دیگه باز بعضی که اگه خواسته بشیم آجل ما سرسبز کنیم یعنی پشتی بسار مسلکی و دگاپا نگردیم باز او میشه که ما هر چیزی که زیاد روی مسلکی بودن فکر نمیکنن و میخوان که فقط گلدان ها سبز باشه و بعد از او که ایر ما شاید یزی بودیم که نتیجه خوب نمیته باز ما پلان تغییر دادیم که باید دو گلدان باید چینو گناه نباتی قرض شود و کنار جاده ها چینو گناه نباتی قرض شود اول کدام نقطه های شهر کابل است؟ مو پلان کو در ټولو کابل شروع کړیم په همکاري وزارت مرهم او محترم او خپله کمربند سبز وو در ټاپوҳо او پښتوҳо او یو کمربند سبز ایجاد کړن در طرف کو در ټولو 4 طرف کابل او خپله داخلي شور مربوط شور لیست کی د پور کوست ګلدون خوست او همجنین بعضی ټاپوهای مسلی قبر سنور انسان ما مدن نظر گرفتیم کی قبر سنور موهزي حالت بعد برایا یعنی مو مثلا دیگه مردوم دیگه جهان کې اونو قبرسونیو نور میبینیم می مثلا یو پۆرکاست متأسفونه کې قبرسونیو مو یو شکل دیګره دره چې مو یېر امثال پهلون ریاست سرسبزی سر ییست کې قبرسونیو بعد غوهای نباتی قرض شوه و ټانکرҳои آب یا د وينځه ذخیرهای ذخیرګاه آب او مش جوړ شوه و مردوم به ټونن وخت کې میاند از مو به دعا او آبادی کرد و اونا میتونند که از این طریق از این تانکارو آبیاری کنند در افتاده. بسیار خوب. حالا نهالی که شما تهیه میکنین از کدام ولایت بیشتر تهیه میکنین؟ نقش دهاقین هم در این راسته هست؟ بله داغین امید ام ام داغین است که ما رام همکاری میکنند. ما کوشش میکنیم زیادتر که گناهی نباتی را ما انتخاب کنیم و در کابل قرض نماییم که در آب آوی کابل توافق داشته باشه. و اون دقانون عزیزی که مثلا در ولسوالی های کابل هستند و این درخت ها را اونو میکنن در نرسری های خود دارن و اینا را منتظر هستند که شهرداری کابل از اینا خریداری کنه به خاطر که دیگه منبع جای ندارن و ما اونا را تشویق کرده و ما هیچ وقت از ولایت مثلا دوردست افغانستان که به اقلیم کابل توافق نداره یا از پاکستان خارج از کشور ما ایرا اونا را, را چی نمیکنیم یعنی خریداری نمیکنیم از نو مسئولات بیرونی را و ما کوشش میکنیم که داغ ما تشویق شو و مسئولات خود از ولسوالی کابل به دست بیاریم بسیار خوب واقعا امید باز بازم نقش بسیار خوبی در این راستا داشتن و همچنان میخوایم که داشته باشند تا که در سرسبزی کشور از ما افغانستان بازم نقش عمده ای که دارن او را به خوبی بتنن اجرا کنن و عملی بسازن و همچنان همکاری با شما که واقعا میتونه تاثیرات خوبی هم داشته باشه آره حالا چه فکر میکنید شما برای دهاقین چی در نظر گرفتین با عنوان مشاور ریاست سرسبزی در شهر کابل شما چی در نظر گرفتین چی برایشان پلان ها گرفتین تا که بتونن اونا بهتر و خوبتر همراه شما همکاری داشته باشن در قسمت نهالچانی و در قسمت بعضی محصولات دیگه ما امسال ریاست سرسبزی تصمیم گرفت که برای دعاقین جای فروش برای از رایگان در دسترس از قرار بده که اونا بتونن این تولیدات خوده به این ظرف یک ماه یا دو ماه اینا بتونن که به فروش برسونن بسیار خوب ای این جا... جایی که اونا ما مشخص کردیم که مثال ترافیکی امنیتی نداشته باشه با همکاری نوایی مترم ما رایگان به دسترس از قرار دادیم و حتی ما قرفه هایی که به ایجاد کردیم اونم ما خود شورولی ساخته به دست از قرار دادیم ده. که اونا بتوانند نمی داغین تشویق شون که در آینده محصولات بهتر داشته باشند و تولیدات از اونا به فروش برسه و اونا تشویق شون بسیار خب تشکر آقای فکری از حضورتان می کوتاه مختصر پیام شما را داشته باشیم به مناسبت روز دهقان چی گفتنی که داریم بر مردم عزیز ما دیگه پیام ای است که از شهروندان عزیز که اونا دهقانا را تشویق کنند و محصولات از اونا را خریداری کنند، کوشش کنن که از مسئلات خارجی کمتر خریداری کنند و مسئلات خودی تولیدات افغانی را خریداری کنند که خود امید آقین ما تشویق شوه و اونا بتانند که مسئلات خوبتر به دسترس ما قرار بدند این وقتی می که ما از مسئلات خارجی کمتر استفاده کنیم و از محصولات داخلی استفاده کنیم. صدا سلامت باشین. اینجینیر نقیب احمد فکوری مشاور ریاست سرسبزی انذین که امروز دوت ما رو پذیرفتین. بازم سال نوتان مبارک وقت خوش برتون. شما همچنین. تشکر از شما. سپاس از شما ایزانی که تا این لحظه ما رو تنها نگذاشین و بیننده ها زندگی هستین. بیننده ساعت دوم برنامه باشین. فعلا شما و خبری ساعت 8 برمیگردیم. شب و خیر. شکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین